آقای علی پیام تشریف بیارید. هر شبت که دم در یه خانومی اومد رد شد شیشه ماشین کشید پایین گفت امیرکبیر صدرا اینجاست. گفتم بله اینجاست. انجمن امیرکبیر وای صدرا میشناسن. به سلامتیش میگم. و من لازمه باز تشکر کنم از صدا بردار خوبمون، زحمت میکشن، زحمتشون رو میکشن، امکانات بیشتر از این اجازه نمیده، و فیلم بردار خوبمون آقای هشودی و عکاس کارکشتمون آقای افشار. آقای صدرا فرمودن که ایشالله یه سنی داشته باشیم، گردون باشه، چرخون باشه، فلان باشه. من یادت دورانی افتادم که چند تا از مقامات اومده بودن تو این جلسه، گفتن اگه کمکی چیزی امکاناتی لازمه بدی بگید. آقای صدرا فرمودن که ما هیچی از ازت نمیخوایم، فقط کاری به کارمون نداشته باشید. ما با همین سن و با همین صوت و با همین بلندگو، همین که هنوز میتونیم برای شما حرف بزنیم، کلا اونو میندازیم هوا. من که عمرن در دکان سوپری کاری ندارم، پس نمیدانم چه شد افتاد در آنجا گذارم. تخم مرغی را درون شانه دیدم، گفتم ای تخم شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم. بله این روزا بحث مرغ و تخم مرغه. یکی از حضار جلسه تعریف میکرد پریروز تو برنامه آشپزی که زنده هم پخش میشد، طبخ مرغ و این چیزها رو نشون میداد. یه خانمی زنگ زد گفت آقا تو رو خدا نشون ندید این غذاها رو، من بچم چند ماه نتونستم بال مرغ برای این بگیرم. میشینن اینا رو نگاه میکنن، بهونه میکنن. یه اسمسی هم برای من اومده بود، یه مرغ دارم روزی دوتا تخم میکنه، قابل تعویض با زمین و مغازه در شمال تهران. خدایا مرغ تازه در کجایو که تخمش همگیر ماها نیایو. چه شو گیرم خیالت رو در آغوش، سحر از بسترم قد قد برایو. ز گمرک تا کریم خان طول صف بی، پی گوشت و کپون عمرم تلف بی. اگه گیرم نیومد مرغ و تخمش، فراوون توی هر میدون علف بی. خانم الهه ملک محمدی هم برام فرستادن، از زور شکم آن نمه ایمان هم رفت، از زور گرانی نفس و جان هم رفت. اصلا به درک گوشت و مرغ و ماهی، یک املت گوجه مونده بود آن هم رفت.